درود. با ادامه خوانش کتاب جهاد اسلام پیکارجو در آسیای میانه نوشته احمد رشید و ترجمه جمال آرام در سلسله برنامه کتاب گویای نخبگان از کانال نخبگان خوش آمدید. با این تذکر به ادامه خوانش کتاب میپردازیم که بخش قبلی اشتباهاً زیر نام بخش نهم منتشر شده بود که در واقع بخش هشتم خوانش کتاب بود و این بخش نهم خوانش کتاب است که پیشکش شما میگردد. اسلام زیرزمینی. در تمام دوران سلطه شوروی اسلام غیر رسمی بود که ولو به شکل مخفیانه ایمان راستین را زنده نگه داشت. مساجد ثبت نشده پنهانی رونق گرفتند. اگر مسجدی توسط مقامات بسته می شد، مسجد دیگری در جای دیگر سربر می کشید. تخمین زده می شود که 600 مسجد ثبت نشده در 1945 در ازبکستان فعال بودند و تاجیکستان هم به نوبه خود بیش از 500 زیارتگاه داشت که 700 ملای غیر رسمی در آنها خدمت می کردند و ده ها هزار نفر در ایام مذهبی در آنجا گرد می آمدند. مردم در خانه هایشان مدارس ترتیب می دادند، برای ادای نماز و انجام مراسم دینی در هنگام شب به یکدیگر ملحق می شدند و در حالی که در روزهای تعطیل کمونیستی وانمود می کردند به گشت و گذار می روند و دیدار مقابر و زیارتگاه ها می شتافتند. مساجد و مدارس مخفی در گورستان ها که به محلی برای تکریم مردگان و تعلیم زندگان تبدیل می شد پدیدار شدند. ملایان و درویشان دورگرد مراسم مذهبی را در مناطق مختلف اجرا می کردند و از طریق اعانات مردم ساکن در این مناطق به زندگی ادامه می دادند. در سال 1960 تخمیناً 6000 ملای غیر رسمی تنها در تاجیکستان فعالیت داشتند. برای فرغانه نیز مرکزی برای ملایان دورگردی بود که زندگیشان را صرف پیمودن طول راه و عرض آسیای میانه و اجتناب از مواجهه با مسئولان حکومت می کردن. همچنین تعداد کثیری از مدارس خانگی مخفی نیز در دره وجود داشت. کودکان از سراسر آسیای میانه به منظور تحصیل به فرغانه می آمدن. جوامع پنهانی تصوف یا طریقت ها سهم عظیمی در بقای اسلام طی این مدت داشتند و وعاظ سیار نقش سترگی در افزودن بر شمار و محبوبیت صوفیان ایفا کردند. فرق سازمانیافته صوفیان ادبیات مذهبی را که به طور وسیعی دست به دست می‌گشت منتشر می‌کردند. این ادبیات که مشابه مطالب مخالفان شوروی در روسیه بود، سخت از چشم عالمان غربی و اسلامی به دور مانده است. حتی در داخل احزاب کمونیست محلی برخی از مسئولان دولتی ملایان و صوفیان را به قصد اجرای مناسک مذهبی برای اوقات مهم یعنی عروسی ها، تولد ها و مرگ ها مخفیانه فرا می خواندن. وصلت با روس ها بجز در میان شهرنشینان قزاق و قرقز که کمتر مذهبی بودند به ندرت روی می داد. در سال 1989 من در یک ضیافت عروسی اسلامی که به طور پنهانی برگزار می شد در مزرعه اشتراکی در دره فرغانه حضور یافتم. ازدواج همان طور که قانون ایجاب می کرد در اداره حزب کمونیست محلی ثبت گردید و عروس جامعه سفید به تن کرده بود. اما پس از مراجعت زوج به خانه، عروس تنپوش خود را به لباس ازبکی سنتی تعویض کرد و ملای غیر رسمی طبق شارع اسلام صیغه نکاح را جاری کرد. آن شب گوسفندی در خفا ذبح شد و همگی شب را با آشپزی، رقص و آواز سپری کردند. ضیافت عروسی برای پرهیز از آگاهی پلیس امنیتی صبح زود برگزار شد، ولی مسئولان حزب کمونیست ازبک محلی نیز دعوت شده بودند و در تناول پلو سنتی عروسی به کارگران مزرعه پیوستند. سپس همه روانه محل کارشان شده و چنان وانمود می‌کردند که تازه از خواب برخاستند. شیربها و مهریه که بر اساس قوانین شوروی ممنوع بود، توسط خانواده پسر به جای وجه نقد به صورت جواهرات، اسباب و اساسیه و گوسفند پرداخته شد. زنان نیز در زنده نگه داشتن اسلام نقش بارزی ایفا کردند. آنان نه تنها در حفظ سنن و فرهنگ اسلام در خانه پیشگام بودند، بلکه مخفیانه به تنظیف، نگهداری و خدمت در زیارتگاه‌های متصوفه که مردم در روزهای آخر هفته برای دعا و نماز در آنجا گرد می آمدند می پرداختند. من از شماری از این زیارتگاه‌ها در جبال پامیر در دهه 1990 بازدید کردم و متوجه شدم روستاییان محلی با زنانی که زیارتگاه ها را در طول بدترین روزهای
جور و تعدی روسیه نگهداری کرده بودند، رفتار مملو از احترام و محبت دارند. مقامات شوروی در مسکو یا وانمود به چشم پوشی بر آنچه در مقابل چشمانشان رویداد می کردن یا محتملتر آن است که براستی از ادامه حیات و گسترش اسلام در میان مردم غافل بودند. اعضای محلی احزاب کمونیست آسیای میانه که خود مسلمان بودند، یقیناً از جریان اسلام زیرزمینی مطلع بودند، اما اطلاعاتشان را از مسکو مخفی می کردند. آنها نمی خواستند همشهریان و ملایان را بیازارند، اما از طرف دیگر به سرپیچی و به اعتنایی خود به فرامین روسا سخت می بالیدند. شوروی ها آمان ترک و نتوانستند شکاف بین روسا و قومیت های آسیای میانه را پر کنند. هرگز در از میان برداشتن فاصله میان دنیای مسلمانان و غیر مسلمانان نیز توفیقی نیافتند. اسلام نقش محوری در حفظ و بقای همبستگی قومی، منطقه‌ای و خویشاوندی مردمان آسیای میانه بازی کرد، در حالی که نظام کمونیستی کمر به نابودی میراث گذشته بسته بود. احزاب کمونیستی محلی که شمار کثیری از اعضای آنان مسلمان بودند، فی الواقع بر پایه اتحادهای طایفه‌ای و منطقه‌ای به وجود آمده بودند و رقابت‌های سنتی در ازبکستان میان نخبگان ازبک مناطق نظیر سمرقند، تاشکند، دره فرغانه، حتی در درون حزب کمونیست ازبکستان که کمیته مرکزی آن میبایست تساوی منطقه‌ای را در تمام عزل و نصب‌ها رعایت می‌کرد، به کم و کاست ادامه یافت. احزاب کمونیست محلی قزاقستان و قرقزستان هم تعادل ظریفی را بین ارداهای گوناگون حفظ می کردند، در حالی که در ترکمنستان به سه قبیله بزرگتر سهم درخوری در حزب کمونیست داده شده بود. آمیختگی ازبک‌ها و تاجیک‌ها در تاجیکستان با جبال مرتفع و دره‌های دورافتاده‌اش موجب منطقه‌گرایی تند طوایف و قومیت‌ها شد. اشتراکی سازی زمین ها و تبدیل آنها به مزارع واحد بزرگ کمکی به توقف این روند نکرد. در عوض مزارع اشتراکی به ابزاری برای تقویت همبستگی طایفه‌ای و وسیله استخدام دهاقین از یک طایفه یا منطقه منحصر به فرد بدل گردید. خیزش پیکارجوی اسلامی در دوره پروستویکا. رئیس جمهور میخائیل گورباچوف در اواسط دهه 1980 از خط مشی پروستویکا یا بازسازیش و خطوط اصلی سیاسی و اجتماعی لیبرال یا دست کم لیبرالتر آن پرده برگرفت. این خطوط شامل رفع محدودیت‌های مذهبی نمی‌شد، اما مردم سراسر روسیه از آن تعبیر دگرگونه کردند و احیای بلادرنگی در تمام مذاهب روی داد. نومنکلاتورا یا اقلیت حاکم شوروی به ویژه از پی بردن به این که یکی از نخستین پیامدهای این حرکت انفجار دفعی علاقه به اسلام در آسیای میانه بود، بهت زده شدند. هزاران مسجد بنا شد، قرآن و سایر کتب اسلامی از عربستان سعودی و پاکستان آورده شدند و در بین مردم برایگان توزیع شدند و ملایان دورگرد در مراسم عبادی شبانه در قرآن و مزارع اشتراکی امام جماعت گردیدند. دلیل اصلی این انفجار البته آن بود که اسلام هرگز حتی در اثر سخت‌ترین سرکوب‌های دوران تسلط شوروی از میان نرفته بود. شوروی ها هرچه در نابودی آن سعی بیشتر به خرج می دادن، اسلام به مسابه عمل حاکی از مقاومت قومی و منطقه‌ای و نیز مذهبی در سراسر آسیای میانه بیشتر گسترش پیدا می کرد. اما عوامل خارجی هم به احیای اسلام در این دوره کمک کرد و این عوامل جدید به گرایش نگران کننده نوینی در اسلام آسیای میانه، یعنی خیزش پیکارجویی اسلامی، منتهی شد که هنوز به قوت خود باقی است. این نوع اسلامگرایی جدید به طور قابل توجه بیشتر مبتنی بر عقاید دنیای اسلام در خارج از آسیای میانه بود تا ثمره اسلام سنتی آسیای میانه. هزاران فرد آسیای میانه‌ای در دهه 1980 در ارتش سرخ به خدمت گرفته شدند تا با مجاهدین افغانستان که هنوز در مقابل تهاجم اتحاد شوروی به میهنشان در 1979 مقاومت میکنند نبرد کنند. مسلمانان آسیای میانه‌ای بدین طریق در بهبوهه جنگ علیه همکیشان خود دوباره با امت اسلام آشنایی یافتند و بسیاری از آنها عمیقا تحت تأثیر تعهد اسلامی دشمنانشان قرار گرفتند. سربازان آسیای میانه‌ای که به اسارت گرفته می‌شدند به صف مجاهدین می‌پیوستند. با دوام جنگ گستره آن نیز وسیع‌تر گردید
و آمریکا، بریتانیای کبیر، پاکستان و عربستان سعودی را نیز به میدان کشاند. سرویس‌های مخفی آمریکا، بریتانیای کبیر و پاکستان در سال 1986 بر سر نقشه‌ای برای اجرای حملات چریکی در خاک تاجیکستان و ازبکستان که نظامیان شوروی در افغانستان از آنجا تقویت و اکمال می‌شدند به توافق رسیدند. گروه‌های رزمی کوچک مجاهدین افغانستان از رود آمو دریا در مارچ 1987 عبور کردند و حملات موشکی بر قصبات تاجیکستان را پی ریختند. در همین ضمن صدها مسلمان ازبک و تاجک مخفیانه برای تحصیل در مدارس دینی یا آموختن فنون جنگ‌های چریکی جهت پیوستن به جرگه مجاهدین به پاکستان و عربستان سعودی بار سفر بستند. این قسمتی از یک طرح وسیع آمریکا، پاکستان و عربستان برای جلب داوطلبان مسلمان تندرو و راغب به جنگ در کنار مردم افغانستان از کل دنیا بود. بین سالهای 1982 تا 1992 35,000 تندرو مسلمان از 43 کشور مسلمان در کنار مجاهدین جنگیدند و ده ها هزار مسلمان دیگر در هزاران مدرسه دینی و با پشتیبانی مالی حکومت در پاکستان تحصیل کردند. نهایتاً بیش از 1,000 تندرو مسلمان از نقاط مختلف جهان در تماس مستقیم با پاکستان و افغانستان بودند. ولی به زودی این مسلمانان رفته رفته خیال جنگ فراتر از مرزهای افغانستان را در سر پروراندند. مدارس دیوبندی پیشتاز در سالیان پایانی دهه 1980 در پاکستان سهمیه ویژه‌ای را که آموزش رایگان و مخارج اولیه زندگی را در بر می‌گرفت برای افراطیون آسیای میانه اختصاص می‌دادند. تمام مدارس دیوبندی به زودی واجد جمع کثیر متعلمان اهل آسیای میانه شدند که بدون گذرنامه یا روادید و پنهانی آمده بودند و به آنها بورس داده شده بود. این متعلمین برای جنگ بزرگتر آماده می شدند. افراطیون ازبک و تاجیکی که من در 1989 در افغانستان دیدم را قانع کرده بودند که پیروزی مردم افغانستان سلسله انقلابهای اسلامی در پهنه آسیای میانه را به حرکت در خواهد آورد. دیوبندی فرقه ای که آموزه های آن به ایشان تعلیم داده می شد یک فرقه احیاگرای اسلامی سنی بود که در سده 19 هم در هند بریتانیایی تأسیس شده بود. دیوبندی امراه با چندین شاخه دیگر اسلام سنی در رادیکال ساختن تفکر اسلامی در پاکستان، افغانستان و بعداً دره فرغانه نقش داشت. دیوبندی ها از تشیع نفرت داشتند و دیدگاه بسته‌ای در مورد زنان اتخاذ می کردند. اما برجسته‌ترین نقش ایدئولوژیک آنان در اسلام سنی معرفی دوباره جهاد در نیمه دوم قرن بیستم بود. مفهوم جهاد پیش از آن در پی انقلاب ایران از ایران شیعه مذهب تأثیر گرفته بود. هرچند مدارس دیوبندی پاکستان در دهه 1990 نقش بارزی در تربیت رهبری گروه طالبان بازی کرد و جهاد جزو کلیدی برنامه آنان بود، لیکن دیوبندی در بین دیگر مسلمانان آسیای میانه حتی مسلمانان پیکارجو با مقاومت روبرو شد. در حالی که تأثیر دیوبندی یعنی طالبان روی نسل جدید پیکارجویان اسلامی که بعداً حرکت اسلامی ازبکستان را شکل دادن نقش محوری در تکامل آرا و ایدئولوژی سیاسی حرکت اسلامی درباره جهاد داشت. اما مواضع اپوزیسیون اسلامی تاجیکستان برگرفته از الگوی اسلامی احمد شاه مسعود فرمانده نظامی تاجیک افغانستان که پیوند نزدیکی با ملی‌گرایی تاجیکی داشت بود. تأثیر شکاف مزمن بین ازبک و تاجیک، ترکی و فارسی بدین شکل حتی در قلمرو اسلام رادیکال ایدئولوژی های جدید استمرار یافت. پیکارجویان ازبک به افرادگرای پشتونهای پاکستانی که نخست تحت رهبری گلبدین حکمتیار بودند و بعداً در زیر علم طالبان جمع شدند گرایش پیدا کردند. تاجیک ها الگویشان را در شرایط اجتماعی تاجیک های افغانستان می دیدن و پاکستان و افغانستان اردو کماکان نقششان در گسترش نظرات اسلامی افراطی در آسیای میانه را ادامه دادند. فرقه اسلامی سنی مهم دیگری که در اثر جنگ افغانستان و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با تدریج جای پای در آسیای میانه یافت وهابیت بود. معتقدات سختگیرانه وهابیت در حرکت سده 18 با زعامت عبدالوهاب اهل عربستان سعودی برای نابودی تصوف در بین بدویان عرب ریشه دارد.
خانواده سلطنتی سعودی در قرن 20 وهابیت را قانون دولتی خود قرار داد و پس از رونق نفت در دهه 1970 عربستان سعودی گسترش وهابیت را به یکی از مضامین اصلی سیاست خارجی خود تبدیل کرد. اگرچه وهابیون نخستین بار در 1912 هنگامی که سید شارع محمد یکی از اهالی مدینه گروهک‌های وهابی را در دره فرغانه دایر کرد با آسیای میانه رسیده بود، ولی معتقدات تعصب‌آمیز آن که نه فقط با تصوف بلکه با عبادت در زیارتگاه‌ها نیز مخالف بود هرگز محبوبیت چندانی به دست نیاورد، چه پیوندی با سنن اسلامی معتدل و آسانگیر آسیای میانه نداشت. اما در دهه 1980 با سرازیر شدن پول سعودی ها به طرف رهبران وهابی مجاهدین افغانستان و بعداً آسیای میانه که بسیاری از آنان در مدارس سعودی تعلیم یافته بودند، وهابیت جایگاه هرچه مؤثرتری در معادلات منطقه پیدا کرد. حکومت های آسیای میانه همانطور که به بسیاری از معضلات دیگر دامن زده اند، با واکنش مستبدانه و تنگ نظرانه خود و وهابیت موجبات تقویت آن را فراهم ساختند. به طور مثال حکومت ازبکستان در 1992 به هر کسی که حامی اسلام افراطی محسوب می شد و یا به دلیل باورهای اسلامیش از احساسات ضد کمونیستی برخوردار بود عنوان وهابی می داد. حکومت در 1997 حتی بر مسلمانان عادی که در مساجد غیر رسمی به شعائر اسلامی عمل می کردن و یا در تعبد و یا آموزش خصوصی شرکت می جستن برچسب وهابی می زد. هر مسلمانی که با امامان غیر رسمی ارتباط می گرفت یا به کودکان آموزش قرائت قرآن می داد نیز لقب وهابی می گرفت. امروزه حکومت عنوان وهابی را در راستای تضعیف تمام مؤمنان مسلمان و وسیله انتصاب آنان به افرادگرایی وهابیون به کار می گیرد. این تسمیه نادرست در عین آن که از بی‌اطلاعی عمیق اقلیت حاکم درباره اسلام حکایت دارد، امکان سرکوب تمامی فعالیت‌های اسلامی را تنها با حربه وهابی خواندن آن به آنها می‌دهد. اما این موضوع به فرقه موصوف همچنین حاله رازآمیز مردم پسندی بخشیده است که باعث می‌شود وهابیون چنان مؤمنان مسلمان مظلومی جلوه کنند و وهابیت بر عدم انطباق پذیری خود با اسلام آسیای میانه فائق آید و کماکان به حیات پرتکاپوی خود در این منطقه ادامه دهد.